حضرت آیت الله شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه، میبینید این مالک اشتر، اون مالک اشتر امیرالمومنین، مالک اشتر امام، ایشون آمدن یزد. در بحبوحه اوضاع سیاسی و بحرانی اون زمان که بنی سعد به وجود آورده بود و میدونن چقدر علیه ایشون اقدامات میشد، تهمت ها، دروغ ها، آمدن یزد و میتینگ بود، بعد میخواستن به شهرستان ها برن. منم از ارادتمندان، ذره از ارادتمندان ایشون بودم. گفتن تو هم بیا بریم. گفتم مانعی نداره، افتخاریه برای من. رفتیم اون شهر، یک استقبال شایانی از ایشون به عمل آمد. من این بر نشسته بودم، حاج آقا اون بر بودن، شیشه هم پایین بود، به ابرازات و به ابراز احساسات و علاقمندی مردم با اون سهولت و سطوتی که داشت پاسخ میداد. سلام علیکم، متشکر، ممنون. همینطوری که داشتیم میرفتیم یه جوانی سر که تو ماشین و گفت آقای بهشتی زنده باد بنی صدر، سقف آسمان رو سر من خراب شد. خوش شدم، خجالت کشیدم. خب میزبانشون هستیم، اومدن شهر ما، اومدیم یا حالا یکی در مقابل این همه احساسات و ابراز ارادت و علاقمندی به ایشون خیلی بر من سرگین شکست اصلا، واقعا این شکوند این ابهت و این عظمتی که مردم به خرج میدادن در ما دی. اصلا روم نشد نگاهشون کنم، به مجردی که گفت اون کلم جمله را آفدن ممنون، متشکر، احسن. ولی ما خجالت کشیدیم. یه مقدار دیگه ای که رد شدیم و مردم هم اونطور از ادب میکردن، یه جوان دیگه ای اومد یه عکسی از بنی صدر را انداخت تو دومن آقای بهشت. ما اون عکس را یه واشکی برداشتیم گذاشتیم عقب ماش شیشه عقب. یه فرصتی شد که من نگاه کنم به چهره ایشون. تا نگاه کردم خیال میکنم الان سرخ شدن به حق این امام رضا، نه برق چشمش، نه رنگ چهرهش، نه حالت بشاشتی که جواب میداد به احساسات مردم ذره تغییر نکرد. من کوچیکی خودم و مورچه بودن ما در مقابل این شیرمرد اسلامی دیدم، مثل یه پشه‌ای که بشینه رو درخت کنار و بلند شه بره. این عباد الرحمن.